سلام بر شما. امروز براتون یک پازلی رو در نظر گرفتیم که از ارقام و عددها و عملیات‌های ساده ریاضی نتیجه میشه. فرض کنید که از عددهای 0 تا 9 از هر کدوم 5 تا عدد داریم و میخوایم بین اونها یه سری علامت‌های و یه سری عملیات‌های ساده ریاضی رو قرار بدیم تا همه اونها با 8 برابر بشن. خب وقتی میگم عملیات های ساده ریاضی منظورمون چه چیزاییه؟ عملیات های معمولی مثل جمع، ضرب، منها، تقسیم، به توان رسوندن یه عدد به توان دیگری، پرانتزها، رادیکال ریشه دوم یعنی رادیکال فرجه دو و فاکتوریل. خب میتونید ویدیو رو نگه دارید، فکر کنید روی این مسئله، جواباتون رو به دست بیارید و بعدا هر وقت آماده بودید ادامه ویدیو و حل رو با هم مرور کنیم. خب در این اسلاید یک سری نمادها رو معرفی میکنم، یادآوری میکنم. نماد توان، نماد فاکتوریل که صفر فاکتوریل رو یک تعریف میکردیم و تعریف این فاکتوریل رو هم میبینید، ریشه دوم رو هم که آشنا هستیم. خب یه سری از اینها خیلی جوابشون ساده است و اول اونا رو با هم حل کنیم. یه سریش مثلا عدد 8 رو در نظر بگیرید. اگر بخوایم با 8 مجموعه‌ای بسازیم که به 8 برسه، میشه نوشت 8 به علاوه 8، منهای 8 به علاوه 8، منهای 8. حالا این 8 تا دو تا دو تا با هم ساده میشن، جواب میشه برابر 8. خب این مسئله یه جواب یک تا هم نداره، میشه کلی جوابای مختلف براش پیدا کرد. مثلا یکی دیگرش رو مثلا ببینید، خط پایین 8 به علاوه 8 ضرب در 8 منهای دوباره همون 8 ضرب در 8. خب این دوتا 64 با هم ساده میشه و دوباره جواب 8 رو به ما میده. خب و میبینید که یک راه حل هم برای مسئله وجود نداره. عدد 2 رو نگاه کنیم. خب میدونیم که 2 رو اگر 3 بار در خودش ضرب کنی جوابش میشه برابر 8. خب مینویسم 2 ضرب در 2 ضرب در 2 به علاوه 2 منهای 2 تا اون دو تا دوهای آخر هم همدیگر از بین ببرن، پس جواب میشه برابر 8. بازم جواب یکتا نیست، میشه با یک هم در واقع نگاه کردن یه راه حل دیگه براش پیدا کرد. 2 مثلا میتونیم بنویسیم 2 ضرب در 2 دوباره ضرب در 2 ضرب در حالا 2 تقسیم بر 2. چرا؟ این عبارت الان مقدارش میشه برابر با 1 و جواب میشه همون عدد 8. خب اگر عدد 1 رو در نظر بگیریم، میتونیم دو تا پرانتز اول در نظر بگیرم، اول دو تا شروع جدا کنم توی یه پرانتز تا عدد 2 به دست بیاد، ستای بعدی رو هم توی پرانتز دیگه میگذارم که عدد 3 به دست بیاد. حالا اگه بین اینها علامت توان رو قرار بدیم میشه 2 به توان 3 که میشه برابر 8 و تساویی که میخواستیم به دست میاد. بازم جواب یکتا نیست، میشه با یک نگاه دیگه هم مسئله رو یه جور دیگه حلش کرد. مثلا اگه بیام ستا یک اول لیست رو دورشون پرانتز قرار بدم عدد 3 به دست میاد. حالا یه فاکتوریل جلوش قرار بدید میشه 3 فاکتوریل به علاوه 1 به علاوه 1. خب 3 فاکتوریل تعریف خودش چی بود؟ میشه 3 فاکتوریل به علاوه 2. تعریف 3 فاکتوریل هست 3 ضرب در 2 ضرب در 1 به علاوه 2 که این میشه برابر 6 به علاوه 2 یا همون عدد 8. اگر عدد 3 رو در نظر بگیریم و بخوایم با 5 تا 3 عدد 8 رو بسازیم، مینویسم 3 به علاوه 3 تالا شد 6 تا، به علاوه یه پرانتز دورش میذارم دو تا 3 رو جدا میکنم، 3 به علاوه 3 تقسیم بر دوباره 3. خب 3 به علاوه 3 که میشه 6 تقسیم بر 3، پس در واقع عدد 2 رو به ما میده، میشه 6 به علاوه 6 تقسیم بر 3 یا همون 6 به علاوه 2 که میشه برابر 8. خب باز میشد یه جور دیگه این عبارت رو نوشت. مثلا میتونم این 5 تا 3 رو اولی رو یه فاکتوریل کنارش بذارم، بین بعدی ها هم علامت تقسیم رو قرار بدم و همه رو با هم جمع کنم، حالا میشه 3 فاکتوریل به علاوه 1 به علاوه 1 که جواب میشه برابر 8. اما اگر رقم 0 رو در نظر بگیریم، یادآوری میکنم 0 فاکتوریل 1 بود، پس کافیه کنار همه 0 رو یه فاکتوریل بذارید، حالا ستای اولی رو دورش یه پرانتز بذاریم و حاصل جمعش رو یه فاکتوریل جلوش، و حالا این عبارت در واقع همون یک به علاوه یک به علاوه یک تو پرانتزه که یه فاکتوریل اومده جلوش، 3 فاکتوریل هم که 6 بود. خب دو تا 0 فاکتوریل دیگه داریم، اونا هم که تک تک چندن؟ یکن
پس کافیه همه رو با هم جمع کنم تا عدد 6 به دست بیاد به علاوه 1 به علاوه 1 که میشه 8. خب این دقیقا مثالش این همون حالتیه که 5 تا 1 داشتیم و اونجا هم قبلا دیدیم که به دو روش میشد این عبارت رو حل کرد. اینم دقیقا همون عبارت رو دیدید برای صفر هم پس همون جواب به دست میاد. عدد 5 هم خیلی راحته، کافیه بنویسم 5 به علاوه 5 منهای دو تا پرانتز بذارم 5 به علاوه 5 تقسیم بر 5. خب الان چه اتفاقی میفته؟ این عبارت داخل پرانتزش که 10 تقسیم بر 5 که میشه 2، پس جواب میشه 10 منهای 10 تقسیم بر 5 یا همون 10 منهای 2 که میشه 8. خب عدد 7 هم باز راحت به دست میاد. عدد 7 رو میتونم چجوری بنویسم؟ 7 به علاوه یه علامت تقسیم بین دو تا هفته بعدی بذاریم که میشه 7 تقسیم بر 7 یعنی 1. بعد یارم می نویسم به علاوه 7 منهای 7 که با هم ساده بشن، جواب به دست میاد. عدد 9 هم راحته، 9 رو می نویسم 9 منهای 9 تقسیم بر 9 به علاوه 9 منهای 9، اون دو تا هم ساده میکنن، 9 تقسیم بر 9 هم که 1 بود 9 منهای 1 میشه 8. اما عدد 4 شیز شد جدیدتر متفاوته. ببینید عدد 4 رو میشه اینجوری حل کرد، میگیریم رادیکال 4 ضرب در 4 به علاوه 4 منهای 4 به علاوه 4. خب این دو تا آخری ها که با هم ساده میشن، میرسیم به رادیکال 4 ضرب در 4 یا همون رادیکال 4 به توان 2. خب که جوابش میشه برابر 4، پس جواب میشه برابر با 4 به علاوه 4 یا همون عدد 8. همین مسئله برای 4 رو میشد یه جور دیگه هم حل کرد. میتونیم اولین 4 رو در نظر بگیریم، ضربش کنیم، دور بقیه یه پرانتز بذارید و بنویسیم 4 تقسیم بر 4 به علاوه 4 تقسیم بر 4. خب 4 تقسیم بر 4 1 بود، پس میشه 4 ضرب در 1 به علاوه 1 یا 4 ضرب در 2 که همون عدد 8 میشه. برای 6 هم مشابه همینه، میتونم بنویسم رادیکال 6 ضرب در 6. خب که خود همین چی میشه؟ این میشه برابر با رادیکال 6 به توان 2 که میشه 6. حالا یه 2 باید تولید کنیم، بقیه رو میذارم داخل پرانتز، 6 به علاوه 6 تقسیم بر 6 که در حقیقت همون 12 تقسیم بر 6 هست که میشه برابر با 2، پس جواب میشه 6 به علاوه 2 یا همون عدد 8. خب همونجوری که دیدید برای این مسائل راه‌حل‌های خیلی زیادی وجود داره و به شکل‌های مختلفی میتونید اینا رو به دست بیارید. خب اگر راه‌حلی رو برای این بخش تونستید به دست بیارید که با پاسخ‌های ما متفاوت هست، میتونید اونا رو در بخش کامنت برای ما بنویسید و اگر از این ویدیو لذت بردید اونو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید لینکش رو و اگر از این مطالب بهش علاقه‌مند هستید میتونید سابسکرایب کنید در کانال و ویدیوهای بعدی ما رو پیگیری کنید. ممنون که با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.